ویدیو میخوام آموزش درست کردن عدس پلو رو بهتون آموزش بدم. همونطور که تو ویدیو قبلی براتون گذاشته بودم، ما یه ترشی درست کردیم به اسم ناز خاتون که من گفته بودم که این ترشی خیلی با عدس پلو جور در میاد و اصلا این ترشی مخصوص این غذاست. و همین دلیل وقتی اون درست کردم گفتم عدس پلوش هم درست بکنم، بهتون یاد بدم که چرا ساده میتونین اینو درست بکنیم. برای هر لیوان برنج شما نصف استکان عدس باید بریزید. این اندازه این لیوان برنج من هست و من اینقدر عدس میریزم براش. بیشتر اگه بریزید خیلی زیاد میشه عدس، چون عدس وقتی هم که میپزه و خیس میخوره یه ذره باد میکنه درشت‌تر میشه. بیشتر از این نباید بریزید. پس شد برای هر یک لیوان برنج نصف لیوان یا نصف کمتر لیوان یا یک استکان عدس. اگه عدس نداری میتونی از ماش هم استفاده بکنی، اونم خیلی خوشمزه میشه و خیلی هم خاصیت داره. یعنی که حتی دوتاشو میتونی با هم دیگه ترکیب بکنین، یکم از اینو اصلا بردارین یه ذرش هم ماش بریزین. یا یعنی من همین کارو میخوام بکنم. در من یک چهارم این مقدارم من ماش میریزم. ماش ببینید دوناش به این شکله، سبز و خیلی هم خاصیت داره، پر از آهنه. اینو با هم دیگه ترکیب میکنیم به این شکل. حالا هر کدومش رو داشتیم میتونیم با اونو چیز کنیم بریزیم. اینو یه چیزی که من بهتون توصیه میکنم اینه که همیشه نیم ساعت قبل از پخت عدس بذارین خیس بخوره. آب بریزین، آب سرد توش یه دور بشورین خاکش بره، بعد آب سرد بریزین و بذارین این نیم ساعت خیس بخوره، بعد بپزینش. اینجوری هم خیلی سریعتر پخته میشه، همین که بهتر هم هستش. خب تو این فاصله من برنجم هم شستم. من تقریبا 2 لیوان برنج شستم و این مقدارم عدس. البته عدس و مقداری که بهتون گفتم استانداردش، ولی چون خودم خیلی عدس دوست دارم، دوستم بیشتر باشه، پرملاتر باشه، مقدارش رو یکم بیشتر ریختم. ولی شما واسه خودتون همون مقداری که گفتم کافیه، همون اندازه میتونی رعایت بکنی. اینا رو حالا من میذارم یه نیم ساعت بخیسه. تو این فاصله میریم یه سری مخلفات دیگر رو برای عدس پلو آماده بکنیم. خب باقی چیزایی که ما احتیاج داریم گوشت چرخ کرده هستش، حدود 150 گرم برای این مقدار. 2 تا سیب زمینی، 3 تا سیب زمینی من پوستش رو کندم آماده است که خرد کنم. 2 تا پیاز متوسط دارم به این اندازه، بهتر سفید باشه پیازتون. و کشمش پلویی که دونه‌های ریزی داره و رنگ قهوه‌ای و تخم هم نداره. اینا رو ما میخوام آماده بکنیم برای عدس پلومون. یه عدس پلو یا مزه خیلی خوب و مجلسی بشه. تو خیلی ها وقتی اسم عدس پلو میاد میگن که عدس پلو چی؟ مگه اینو میشه جلو مهمون گذاشن که کلی عیب و ایراد ازش میگن؟ ولی با این ترکیباتی که من درست میکنم اینو شما حتی توی مهمونی حسابی هم میتونید به کار ببرید. هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی سالمه و خیلی هم درست کردنش راحته. میریم که آماده کنیم. خب همین کاری که میکنیم پیازا رو خلال میکنیم که پیاز داغ درست بکنیم. پیازاش بعد از اون پیازاهای برشته حسابی باشه. آموزشش هم من گذاشته بودم دیگه پیازاه خوب درست بکنی، اونم لینکش رو میذارم اگه خواستین یاد بگیریم. پیازا رو به این شکل من در آوردم، تو آب لب ریختم و حالا میخوام اینا رو سرخشون بکنم. اینا رو سرخ میکنیم و بعد میام بقیه مراحل رو بهتون نشون میدم. هر کدوم اینا رو ما جدا جدا میخوایم درست بکنیم. اینو فرق بهش دقت داشته باشین، همش با هم دیگه ترکیب نمیشه. حالا من پیازا رو که سرخ کردم میذارم کنار، سیب زمینی ها همینطور، گوشت هم همینطور. این کار رو انجام میدیم بعد بهتون میگم بعد چه کار بکنیم. سیب زمینی رو به دو روش شما میتونین درستش کنین برای این غذا.
هم سرخش بکنین، مثلا نگینی در بیارین و سرخش بکنین، همین که میتونین توی فر به اون روش رژیمی که من بهتون آموزش داده بودم اونجوری درست کنین که من خودم اونجوری میخوام درست کنم، هم خوشمزه تره هم سالم تره و دیگه روغن استفاده نمیشه. یه ذره فقط اندازه هاشو ریستر از اون سری میکنم چون برای این برنج میخوام تو دهنه اونجا بشه دیگه، اگه درشت باشه نمیشه خوردش. به این شکل همه رو نگینی خورد میکنه. اگه این سایزش به نظرتون درشته شما میتونید ریسترش بکنید، دیگه دل بخواه خودتونه. خب پیاز ما داره به این شکل سرخ میشه و این عدس هم یک گذاشتم اینجا که بپزه. بعد کشمش رو توی کاسه میریزیم و کمی آب گرم روی اون اضافه میکنیم و میذاریم یه حدود 5 دقیقه 10 دقیقه این خیس بخوره. یه وقتی این پیاز من آماده شد من پشت سرش رو میکنم این کشمش رو سرخ کردن یا تفت دادم. نونه حتما این تو توی آب گرم رو بذاریم تا این نرم بشه، بعد این رو شروع کنیم به سرخ کردن. حتما تقریبا آماده است. یه تایمر دیگه بکنم یا کاملا سرخ بشه. با روغن نارگیل این رو دارم تفتش کنم که حتما طعم خوبی داریم. این هم میارم به این شکل من نگیری کردم که بعد الان عبدیه بزنم و بذارمش توی پر تا این هم پخته بشه. منتظرم که آب این هم جوش میاد و برای کارا رو انجام بدیم. ما هم داری کم کم جوش میاد. یه نکته مهم که برای همه حبوبات ها قانون سرت میکنه اونم اینه که نمک به هیچ وجه بهش نباید بزنیم تا زمانی که نیم بز بشه. بزن نمک بپزینش وگرنه سرت میشه و یا خیلی دیر میپزه. اینکه جوش اومد من درش رو میذارم، نمک هم نزدم، فقط آب خالیه. وقتی که یه ذره نیم پز شد خاموشش میکنه و یه ذره بهش نمک میزنیم. به این دلیل خاموشش میکنم زود که بعد از اگه زیاد بپزه وامی رو له میشه. وقت اگه داخل برنج هم بریزیم یه اصلا که دیده نمیشه مثل خمیر در میاد. پیازهای ما هم آماده شد، من فقط زردچوبه رو بهش اضافه میکنم یه ذره رنگ بگیره قشنگ بشه و یه هم میزنیم و دیگه اینو برش میزنیم دیگه آماده است. واسه این غذا باید پیازتون حتما اینجور درشته باشه. این آماده است. اینو من جدا برش میدارم. حالا کشمش ها رو میزیم داخلش که اونا رو سرخش بکنیم. خب کشمش ها رو من آبشون گرفتم به این شکل در من دونی که قشنگ نرم و خوب شده. این آماده است که بریزیمش تو روغن و سرخش کنیم. این کشمش و خلاص پیاز اینطوریه که نباید خیلی سرخ بشه. نهایت 2 تا 3 دقیقه ما تفتش میدیم، زیاد بیشتر از اون این کار نکنه. نکه هم باد میکنم این که پوست بیرونش سرخ میشه خوب نیست. این مخواه نشن نم به اونو دور در اونو خوب صدا بده دوریده بشه چم چیزش کنیم. یه مقدار کمی 2-3 دقیقه تفتش بدین و زود برش بدیم بذاریمش کنار. مشنگ این آماده میشه و خیلی خوشمزه و خوب در میادشه. خب اینا آماده است و اینا دیگه بهش رو خاموش میکنم و جمعش میکنم. ببینید به همین اندازه به همین شکل در اومد دیگه کافی شه. بیشتر از این ما چیز نمیکنیم. خب تا اینجای کار این پیازداغ ما شد، این هم کشمش ما شد. اینا رو من جدا کردم تو این ظرف. الان من ظرف بزرگتر ندارم، شما میتونید کاسه کاسه بکنینش. من کاسه تعداد کاسه هم کمه. بعد اینا رو آماده کردیم، اینو میذاریمش کنار و حالا میریم سراغ سیب زمینی. این ادویه میذارم و میذارمش تو فر تا اینم درست بشه. تو این فاصله هم دیگه عدس ما فکر کنم کم کم به غذا آماده بشه که بریم سراغ برنج. برنج هم به دو روش، هم میتونید آفتشش بکنید، میتونیدش کته درست بکنید که هیچ فرقی نمیکنه زیاد. اگه بخواین خیلی خیلی مجلسی بشه زعفرون بدین، دونه‌هاش بلند باشه و اوبری بکنه قد بکشه، میتونی آبکشش کنین. اگه این معمولی باشه برای خودتون میخواین که همون کتش بکنیش فرقی نمیکنه.
هر جوری که امکاناتتون بهتون اجازه میده همونجوری. عدس ما هم پختش تقریباً یک رو بیشتر طول نکشید، به این شکل در اومد. حالا تو عدس من هم در رفت یه ذره بیشتر از اندازه له شده، ولی مهم نیستش. میرزیمش داخل برنج رو درستش میکنیم. کیش میشه درست شد، پیازداغ درست شد، میریم که سیب زمینی رو با هم دیگه درست بکنیم. اینو موادش بزنم و بریزم توی سینی فر و دیگه کارمون تمومه. تا اینجا حدود 25 دقیقه زمان برده. من از ریایی که با این اضافه میکنم فلفل سیاه هستش، البته این یه ذره دونهاش درشته، از پودرش استفاده میکنم، اینو چون بهتره. کاری میریزم برای این طعم عدس پلو، از من کاری بد نمیشه. زردچوبه رنگ بهش میده، پاپریکا، کمی هم فلفل قرمز توندش بکنیم خوب میشه، همین کافیشه. حالا روغن و نمک رو بهش اضافه میکنم، بعد از این آقاشو غذا خوری روغن که فقط نسوزه. نمک این تیم کاملش رو من گذاشته بودم قبلن برات بگیم و بگیم درستش بکنیم. این آماده است. هم دقت کنین نمکش رو که اضافه میکنین سریع بذارینش توی فر، بخواهیم که به محض اینکه نمک به سیب زمینی میخوره شروع میکنه آب انداخته. نمک باشه مرحله آخرش، یه وقتی خوب مرینیت شد بریزیم تو سینی و بره تو فر که بپزه راحت. خب سینی رو فویل گذاشتم، نانستی که نمکم بینم نمیشه سیب زمین سرخ کرده ما یعنی سالم هم خیلی هم خوشمزه میشه، پر از ادویه. هر ادویه هم دوست داریم شما میتونیم بریزین، دل بخواه هستش. حتی اگه ادویه هم دوست نداریم روغن نمک برتوفه هم یامده از طبقه وسط 170 درجه سانتیگراد در مدت 20 دقیقه 5 دقیقه هم فرو خاموش بکنم و گریلش رو روشن میکنم که روش هم یه ذره برشته بشه و آماده بشه. همین. حالا میریم واسه درست کردن گوشتمون. گوشت چرخ کرده، گوشت گوساله هستش. شما میتونید گوشت گوسفندی هم استفاده کنید، من دوست ندارم. تخمه پودر تخمه گیشنیز اضافه میکنم، خیلی خوبه. زیره سبز اضافه میکنم، سیاه سبز فرق میکنه هر چی دوست دارید. یه کمی سماق بهش میزنم و مثل همیشه فلفل سیاه. دوستان تونتر بشه میتونی یه ذره فلفل قرمز هم بهش اضافه بکنی و نمک. خب حالا میریم که اینو همش بزنیم. از این پیاز آقایی که درست کردیم یه مقدارش رو من برمیدارم به این میزنم دیگه، توش پیاز ما چیز نمی کنیم، رنده نمی کنیم، مزه بهتری پیدا میکنن که خوشخوراک تره. قشنگ اینو چنگ میزنیم تا موادش یک دست بشه، ادویه به خورده گوشت. ببینیم تا اینجا چه غذا کاملی شده. کشمش داره، پیازداغ داره، سیب زمینی داره، عدس داره، ماش داره، برنج داره، گوشت هم داره. خیلی عالی. ببینیم کی میخواد بگه که عدس پلو غذا گدایی و سرباز خونه میدادن و ساچمه پلو بهش میگفتن از این آتش خالا. ما یه چیز ساده رو ببینیم چند مجلسیش کردیم.
نکته ای هم اگه دقت کرده باشی، من اصلا ظرفای چند زیادی کثیف نکردم، مثلا همون ظرفی که سیب زمینی رو توش مرینیت کردم، همون تو گوشت رو چیز کردم، تو همون قابلمه خودم همه اینا رو سرخ کردم، همون روغنی هم که باقی مونده من این گوشت هم همین تو میخوام تفتش بدم، با این تفاوت که یه ذره نصف حدود نصف قاشق میخوام بهش کره اضافه کنم، چون عطر و طعم خیلی خوبی به این غذای ما میده. حالا اگه شما مشکل دارین، چربی خون دارین، هر چی که دارین، میتونین تمام این چیزایی که من زیادی اضافه کردم و حذفش بکنین. من چون با این چیزا مشکل ندارم اینا رو اضافه میکنم، طعمش لذت ببرم. میگه دلخواه و سلیقه خود شماست. اینو میذارم کامل روغن داغ بشه، بعد گوشت رو میندازم توش. این گوشتش باید توش سرخ بشه، نمیخوام این گوشت رو بپزیم و آبش در بیاد و اون حالت بشه. من با حرارت تقریبا متوسط این گوشت رو کاملا توش تفت بدیم و سرخش بکنیم که هم خوشمزه بشه هم که شکل خوبی پیدا بکنه. خب روغن ما تقریبا داغ شد، من این گوشت رو اضافه میکنم. اینو فقط باید مرتب بزنیم، بازش بکنیم تا همین که سوخته نشه، که تمام همه چیزش باز بشه و از برم چسبیده باشه. البته اگه حوصله دارین میتونید اینو قشنگ به سرد گوشت قلقلی سر بیارین و تو روغن سرخش بکنین. این کار هم میتونید بکنید، خیلی خوب میشه. من حال این کار هم ندارم، معمولا اینجوری هم درست میکنم، گوشت رو کوچی کوچی قلقلی در میارم اندازه فندق، من اونا رو سرخش میکنم. قشنگ من خیلی قشنگ تر و عجیبی تر میشه، یعنی که خوشمزه هست. به این شکل اینجوری باید این باز بشه. حالا اینو مرتب همش بزنیم. حرارت هم متوسط یه ذره بیشتر کردم، چون میخوام هرچون گوشت سرخ بشه. روب هم نداره، چیز خاصی هم بهش نمیزنیم. حالا اگه سلیقه‌تون میکشه میتونیم بزنیم، ولی من نمیزنیم بزنیم. خب این گوشت ما هم آماده شد، ببینیم چرا خوب و عالی دم آمد. خیلی راحت و دردیفه. تا اینجا حدود 45 دقیقه از زمان گذاشتیم برای درست کردن همه اینا. حالا میریم که شروع کنیم برنج رو آماده کردن. اینجا شما خاموش میکنم دیگه کافی شد. میریم که برنج رو درست کنیم. دوباره من گوشتا رو خالی کردم اینجا، تو همون قابلمه دارم این کار انجام میدم، چون این قابلمه سرامیکیه، تمیز کردنش هم خیلی راحته. یه دستمال کشیدم تهش، ببینیم برای راحتی این پاک میشه، شستن هم نمیخواد، جون میده واسه آدم تنبل مثلا. شاید این تمیزش میکنه. خب من این آبش رو ریختم، نمکش هم زدم، من صبر میکنم که جوش بیاد. به روش کتم میخوام درستش بکنم، اصلا آبکش کردن ندارم. بعد که جوش اومد ما این عدس رو بهش اضافه میکنیم. آبش هم یه ذره من کمتر ریختم، میخواهیم که ته این یه ذره آب خود عدس مونده، من خودش کلی ویتامین و چیز داره، که همون هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم که بپزه بشه. آموزش درست کردن کتر هم اگه بلد نیستی، من لینکشون زیر براتون میذارم، میتونی نگاه کنین و یاد بگیرین. خیلی ساده است، هم برنج کته زعفرونی، هم که آبکش کردن برنج، همه اینا لینکشون پایین میذارم براتون، که هر مدل خواستین اگه بلد نبودین درستش کنین یاد بگیرین. مقداری هم برای رنگش رو
عطرش، مرچ زعفران اضافه کردم. برنج ما اینم چیز بعدی نمیشه. خب آب برنجمون وقتی که کم شد این عدس ما بهش اضافه میکنیم. فقط من یه اشتباه بزرگ کردم، اونم این بودش که گذاشتم این عدس خیلی پخت سرم گرم شد و عدسم دردم، باید خیلی کمتر بپزه که نکت میرتو برنج برای پختش اون تو انجام بدونم دیگه لحش و واه نره. متاسفانه این بیری نشد. شما موقعی که دارین این کار میکنیم یه ذره کمتر بذار این چیز بشه، یه ذره که سفت بود کافیه، چون دیگه میره وقتی لای برنج خودش هم با اون حرارت خوب پخته میشه. ببین کتش اگه برنجتون خوب باشه قشنگ قد میکشه دونه برنج، میبینین که چقدر شده. خب اینو من درش رو میذارم و میذارم که دیگه این قشنگ بپزه. عدسش هم تقریبا اندازه است، میبینین که خوب زیاد پرملات هم نشده. زیرش رو کم میکنم، میذارم رو درجه 3 و ما میذاریم که قشنگ این دم بکشه. سیب زمینی همون هم آماده شد، ما اینا رو میرزدم کنار این. قشنگ 4 تا ما ماده مختلف داریم واسه این عوض بلوم به این شکل. خوب عالی اینا پخته شده. خب برنج اونم آماده است، من زیرش رو خاموش کردم. قشنگ به این شکل در اومده. تقریبا مثل حالت آبکش هم شد، یعنی برنجتون اگه خوب باشه آب و نسبتان هم اندازه بریزین همه چی خوب و عالی در میاد. اینم عدس پلو مجلسی ما، امیدوارم که درست کنین و لذت ببرین. حتما اون ترشی هم که گفتم، ترشی ناسخاتون استفاده درستش بکنین و باش بخورین ببینین چقدر این خوشمزه میشه. خب اینو شروع کنیم کشیدن. گیش میشم البته بعضی ها فکر کنم بعضی هستن که دوست ندارن چیزای شیرین توی غذاشون باشه، اونم میتونین نریزین، اضافه نکنین، این چیز دل بخواهی هستش. بعضی حتی مثلا خورما هم سرخ میکنم میریزه به این شکل. من ساعت 10 صبح بیدار شدم، اون روز ستینه الان ساعت 1:15. بریم که افطار بکنیم، این بخوریم و حال کنیم. ما اینو ترکوندیم، افطار کردیم، اینقدرش هم بیشتر نمون، من همه اونه هم ریختم توش، اینجوری قاطی کردم، اینجوری خیلی بهتره. خب یه 2 ساعت دیگه بریم سحری بخوریم، شام هم بطریم، افطاری دوباره بخوریم. در ضعیف شدیم این ماه رمضان خودمون یکم تقویت کنیم. همین دیگه بودم خوشو چنگال و این جراب های لنگه به لنگه هست، یکیش چینجوری یکیش اونجوری. اصلا گشته بودم دیگه نفهمیدم چی به چی، روزه سخته دیگه، 2-3 ساعت دادم غذا نمیخوره گشنش میشه.